شمار از مسئولان ارائه دهنده خدمات اینترنتی در هرات با بیان این که بسیاری از مردم با بیکاری دست و پنجه نرم میکنند میگویند این عامل باعث شده تا بسیاری ها به خاطر سرگرمی و سپری کردن اوقاتشان از اینترنت استفاده کنند که این مسئله باعث ازدیاد مشتری های آنان گردیده است. آنان میگویند استفاده اینترنت در بین مردم 30% افزایش داشته است. و ای که بعضی ها فارغ هستند یا به خانه هستند کار چیزی ندارن از اینترنت استفاده میکنن. فروش اینترنت خوب است، مردم استفاده خوبی دارن از اینترنت، یعنی میتونم بگویم که درصدش بالا رفته ولی کم نامده. مسئولان ارائه دهنده خدمات اینترنتی همچنان میافزایند قیمت اینترنتی که آنان به مشتریانشان ارائه میدهند گزاف نیست، اما مردم به دلیل مشکلات اقتصادی خواهان کم شدن قیمت ها هستند. آنان میگویند قیمت ها با توجه به شرایط کنونی تنظیم شده و مردم توان پرداخت قیمت اینترنت را دارند. بسته ها و قیمت ها از طرف ریاست مخابرات و شرکت محترم افغان تلکام تنظیم میشه و فکر میکنم نظر به مشکل اقتصادی که مردم دارن، تقاضای مردمی است که اگر قیمت ها پایین تر باشه بهتر است. و هم چون دلیل بیکاری است، نه که قیمت های قدر بالا نیست، یعنی قدر گزاف نیست که کس پرداخت کردن نتانه. قیمت ها نرمال است، یعنی نظر به شرایط فعلی ما و استفاده اینترنت ما قیمت ها مقرون به صرفه است. در همین حال شهروندان هرات میگویند قیمت اینترنت نسبت به سرعت و کیفیت آن بسیار گزاف بوده و شرکت های خدماتی اینترنتی طوری که باید ارائه خدمات کنند نمیتوانند انجام وظیفه نمایند. این شهروندان با تاکید بر اهمیت استفاده از اینترنت در زندگی روزمره ایشان، اما از کیفیت و سرعت اینترنت ابراز نارضایتی می نمایند. چندان که من خود به تکنولوژی بیشتر سر کار دارم و چی که تمام داد و ستود و معاملات که ما میکنیم از طریق اینترنته، اما ما از اینترنت چندان رضایت نداریم و در قسمت هزینه و قیمت بالایه ولی اینترنت ضعیفه. روز به روز سر و کار مردم و خصوص طبقه جوان و مؤثرین با اینترنت بیشتر میشه، متاسفانه قیمت اینترنت ها خیلی گزاف هسته. اشارات کنیم ببینیم که اکثریت درس ها و تعلیم ها از طریق اینترنت ارائه میشه و جوان ها سر و کار دارن، اما رضایت کامل از اینترنت ندارن. چرا؟ چون همچنان ضعیف و گزاف میباشه قیمت اونها. اون شبکه‌ای که اگر پرسرعت تر قیمتی زیاد گرانه و اون شبکه‌ای که ارزان تر باز کار نمیکنه. یک مشکلی بزرگ و یک چالش بزرگیه که بین تمام مردم خصوص طبقه ای که درس میخوانن و تعلیم دارن میباشه. با ابداع اینترنت جهان شکل دیگری به خود گرفت و این شبکه وسیع و گسترده توانست از پهنه بزرگ زمین به لحاظ ارتباطی و تشریک علمی دهکده‌ای بسازد. اینترنت در کشورهای تراز اول دنیا یکی از اولیه‌ترین خدماتی است که دولت‌ها به مردمشان ارائه می‌دهند، اما متأسفانه در افغانستان بسیاری‌ها به این شبکه دسترسی ندارند و آنانی هم که دسترسی پیدا می‌کنند هم از کیفیت و سرعت پایین اینترنت شاکی‌اند.